این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون. از تحریمایی که از این هفته به اندازه یه شماره دیگه تنگ‌تر شد و صادرات نفت سیدعلی به اروپا رو هم کات کرد. خامنه اولش قپی اومد که انگاری این تحریما هیچی نیست. تحریم ایران رو از امروز شروع کردن، به نظر من از سالهای پیش شروع کردن. اتفاقی نیفتاده و اتفاقی اساسا نباید انتظار داشته باشیم که تحریم که امروز روز شروعش رو نامگذاری بکنن اتفاق جدیدی باشه. ما برای همه این اقدامات پیشبینی‌های لازم را که انجام دادیم. اما این گوریل نفتی نظام پاسخ نمیده که اگه تحریم‌های نفتی چیز جدیدی نیست و اتفاقی هم نیفتاده، پس چرا لغو همین تحریم‌ها شرط پیشرفت در مذاکراته؟ دستیابی به پیشرفت جدی در مذاکرات جامع، سازنده و پایدار در چنین فضایی دستیافتنی است. البته این گام در صورتی محقق می شود که گروه پنج بعلاوه یک در مقابل تحریم های یک جانبه و چند جانبه را که فراتر از قطعنامه های شورای امنیت وضع شده لغو کند. در پاسخ به تحریم های نفتی که چیز جدیدی نیستن، نماینده های مجلس هم یه پیشنهاد آوردن رو میز که اون هم چیز جدیدی نبود. تهدید توخالی بستن تنگه هرمز. البته قبل از اینکه این پارس خابیده کسی رو بترسونه، وزارت خارجه رم کرد و پرید و جلو و گفت کسی اینو جدی نگیره، فقط حرفه. بنابراین مشتی که عظما ول کرد نه تنها به کسی نخورد، بلکه خودشو دمر کرد. یکی دیگه از این مشتهای هوایی عظما مانور موشکی سپاه برای انهدام سپر موشکی دشمن فرضی بود. هر راهی ما بر این اساسه که اونها بیش از 35 پایگاه منطقه‌ای دارن و رژیم صهیونیستی هم که به خودی خود تعداد زیادی هدف برای ما محسوب میشه. ما طوری پیشبینی کردیم که برای هر پایگاه به تعداد موشک و پایگاه آماده داشته باشیم که در گام اول بتونیم اونها رو کاملا نابود و ناکارآمد بکنیم. و این هم یکی از اون پایگاه‌های فرضیه که قراره توی این مانور با خاک یکسان بشه. بر اساس آخرین مختصات واقعی پایگاه‌های دشمن این هدف‌سازی صورت گرفته. قرار هست تا دقایقی دیگر تمام موشک‌ها پس از شلیک این پایگاه رو با خاک یکسان کنند. حتی اون هدف بزرگی که شما می‌بینید، نقطه‌ای در درون اون مورد اصابت قرار خواهد گرفت. نقطه. البته این موشک‌ها بالاخره توی نقطه‌ای فرود میاد، ولی ظاهراً توی این نقطه هدف جا خالی داد و خود بیابون یه بار دیگه با خاک یکسان شده. این لحظه زیبای اصابت انواع موشک‌های دوربرد، میانبرد و کوتاه‌برد سپاهیان اسلام. البته دوران این تهدیدهای بچه ترسون گذشته و دیگه کسی این حرفا رو تحویل نمیگیره، مگر این آقا توتیه. سیدعلی که خیلی ادعاش میشد در سوریه صاحب حرف و باید در هر طرحی حتما طرف بحث باشه، این هفته در کنفرانس ژنو سر سوریه با درهای بسته مواجه شد و وقتی راش ندادن اومد با سیلی صورتشو سرخ کنه. اون چی رو که باید دولت سوریه انجام بده ما تضمین میکنیم که انجام بده، ما رابطه‌مون خوبه باهاش، تضمین می‌کنی. اون چیزی که معارضه باید انجام بده شما تضمین کنی. آمریکایی‌ها سختشونه بشینن تو کنفرانس ژنو جلو ما بهش میگیم دیدین یه سال پیش ما به شما گفتیم اون دارین غلط می‌کنید. هنوز آماده که داریم این پشتیبانی رو بکنیم، چه در کنفرانس ژنو باشین چه نباشین، ولی متاسفانه قبول نکردن. به این ترتیب عظما اومد باز خودشو قاطی آدما بکنه، ولی راش ندادن. مثل این خره که می‌خواد خودشو قاطی هنرمندا بکنه. Thank you.
تو این شرایط که گرونی بیداد میکنه، ارزون ترین کالای نظام خود ولی فقی شده که کسی دوغ هم حسابش نمیکنه. به خاطر همین بعضی آخوندها دست به کار شدن تا با بازارگرمی قیمت ولی فقی رو تومنی 10 شایی بالا ببرن. حاجا فاطمه فرمودین که نعمت ولایت رسیدیم که وقتی این نعمت رو داریم جامعه به سمت تعالی رشد و تعالی رو حرکت میکنه. خب اگر نباشه چه اتفاق میفته؟ یا اصلا این نعمت ولایت رو یه ذره برام بیشتر توضیح بدید. ببینید ولایت خلیفت الله است، درسته؟ جانشین خدا روی زمین. اتصال بندگان خدا به خداست. انسان کامله، درسته؟ بعد این انسان کامل باعث فیض و رحمت خدا هم. و حالا این هم از نحوه اتصال یکی از هموطنان با نعمتی به نام ولی فقیه. آهای رو باه مکان، آهای پیر ستم کار، اگه بهت نگفتن که دست از تو ته بردار، آهای آخوند دربار، آهای زالوی خونخوار، به جون مردم افتادی عمر مثل کفتار. یکی از چیزایی که این روزها نرخ ریزش رو تو نظام بالا میبره پدیده‌ای به اسم تهاجم فرهنگی یا همون جنگ نرمه. این جنگ نرم ترجیبند آه و ناله های همه مهره های سید علیه. امام در اون جلسه فرمودن عزیزان من هر شب به دشمن هجمه کنید، خواب رو از چشم دشمن بگیرید، به دشمن امان ندهید. امروز که عزیزان مورد هجمه فرهنگی و جنگ نرم قرار گرفته ایم، حتما باید از حالت تدافعی خارج بشیم، باید حالت هجومی را داشته باشیم، حفظ کنیم. در مشنگستان این هفته میریم سراغ سطفان کلمبوی نظام که ذره‌بین و برداشته و مهمترین مسائل جامعه رو مورد کنکاش قرار میده. بریم سراغ سوالهای تلفنی بینندگان. یک سوال رو میشنویم. الو سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم فضلی سنجاب نجسه یا نه؟ خداحافظ، التماس دعا. بله، سنجاب جز حیوانهای حرام گوشته، خون جهنم داره، فضلش نجسه. سال بعدی رو بشنوید. در مورد آتکشی ماشین لباسشویی، آبو میگیره بعد میشوره بعد رها میشه، یه سر وصل نیست، این دو بار اینجوری میشه. این آیا دو بار یا سه بار، آیا این درسته؟ آبکشی برای آبکشی، اگر هنوز آب وصله ماشین شروع کنه به چرخیدن، بعد آب قطع بشه، بعدم تخلیه کنن، این بله پاک است، مشکلی نداره. اگر هم تا آخر وصل بود یا خودتون شلنگ آب گرفتید داخلش و داره میچرخه و بعد تخلیه میکنه، اونم مانعی نداره، چون بعضی از ماشینا اینجوری است که سرش باز میشه، شما میتونید شلنگ آب رو بگیرید یا شیر رو باز کنید. مشنگ بعدی یکی از مدافعان سرسخت طرح آخوندی تفکیک جنسیتیه که از پیش نرفتن طرحش در سال گذشته توی دانشگاه‌ها به شدت سرخورده است. الان مسئولین دانشگاه بینی و بین الله نمیتونن دختر و پسر رو جدا کنن، نمیخوان جدا کنن. میشه درست کن، نخواستیم درست کنیم. کشوری که شاه رو بیرون کرد، کشوری که 8 سال جنگ کرد، حرم امام رضا میگه تفکیک نشد دختر و پسر. شرکت واحد تهران میگه دختر و پسر تفکیک نشد. میگه تو مترو سالون زن و مرد اصلا جدا نشد. شد اونجا که خواستن شد. ما گیرمون دو چیز است: یک، کت شلواریامون شهید رجایی نیستن، دو، آخوندامون نواب صفوی نیستن.
هرچند که قرائتی رو نمیکنه که چرا نمیتونن طرح تفکیک و طرحهای مشابه رو پیش ببرن، اما این مجریه با ذکر یه نمونه بند رو آب میده. چند روز قبل توی مسیر عبور خودم تا اومدن به محل کار صحنه رو دیدم که خیلی تعجب کردم. یک مأمور پلیس برای حفظ حجاب به یک خانومی تذکری میداد و اگرچه خودش در نهایت حجب و متانت و سنگینی بود، ولی حرفش به هیچ عنوان در دل این هموطن نمی نشست و موجب ناراحتی او رو فراهم کرده بود. دقیقا لحظه اذان ظهر بود و این کارت دعوت خوب و بهاری پروردگار، یعنی صدای الله اکبر، هیچ دری رو بهاری که نکرد هیچ، تازه موسم خزان و برگ ریز و زمستان دلها هم شده بود. آیا ما که برای حفظ حجاب یک بانوی مسلمان هموطن خودمون با این زبان شیرین فارسی نمیتونیم حرف خودمون رو اونطور بزنیم که یک موضوع خوب و حق پرستانه به دلش بنشینه، میتونیم دم از این بزنیم که حرف خودمون، فرهنگ خودمون، انقلاب خودمون رو به جاهای دیگه صادر بکنیم؟ یکی از اونایی که تلاش کرده بود سوغات نظام رو به جاهای دور ببره این آیت الله مارکوپولوس که برای کسب دکتراش به جایی رفته که دیگه هرگز مثل کردان دستش نمیتونه رو بشه. آقای دکتر شما چی خوندین؟ حدود تقریبا 8 سال درس خارج و گذران شرکتی. بعد دانشگاه خوندین دوباره؟ بله، در همون زمانی که من سطح 3 رو وقتی گرفتم که معادل ارشد کارشناسی ارشد میشه، سفری داشتم سال عرضم به خدمت شما که 2002 بود به کشور نامیبیا و در اونجا اپلای کردم برای دکتری و عرضم به خدمت شما در اونجا دکتری خوندم، دکتری الهیات تطبیقی. تخصصا من فقه و اصول که سطح 4 حوزه رو دارم و الهیات تطبیقی بین اسلام و مسیح. یعنی عرضم به خدمت شما که تا الان 37 کشور رو سفر کردم و سفرها غالبا سفر تبلیغی بوده. از اونجایی که این هفته جام ملت‌های اروپا به پایان رسید، خبر تو خبر این هفته رو با تصویری از یه نابغه فوتبال به پایان میبریم که میتونه در آینده یه رقیب جدی برای مسی یا اینیستا بشه. Agora um lance inusitado. A bola passa da linha do meio do campo. Macaca passa passo pro Sérgio e faz o impossível. A bola passa da linha do meio do campo. Macaca passa passo pro Sérgio e faz o impossível. Perde o que seria o terceiro gol da equipe do Dibal.